اثر اسکار مسرولا سروی تابلوی به نام جنگل سگ ایمپرسونیست، جنگل بسیار شروع، جنگلی که نقاشی شده با کاردک و ابزارهای خاص کار اسکار داشته، ظاهرا با چوب نقاشی شده جاهایی، اینطور که پیداست کاردک هم نیست و وارث هم نیست. این تابلو از حدود از طرف 30 سانتی است، 2 متر و 30 سانتی هست و جنگل آثار تجسمی بدخشان هست، واقع در افغانستان. این تابلو فلسفه تابلو اینجا دریاچه هست و اینجا هم درخت تشکیل شده که درخت های با رنگ های آیلت های بسیار زیبا و لایت آیلت های زیبا خورده و اینجا هم به این شکل که درخت ها باز هم با ابزار کار شده و با چوب. اینجا هم راهگاه هست که از این درخت میره، از این مسیر میره. تابلو بسیار به جنگل بسیار شلوغ، درخت های پشت از هم، درخت های فراوان، شاخه ها هم بافت شده. به این سنگ ها هست که نور ترپلکس شده، اینجا ما داریم ببینیم نورها رو و رنگ های به استفاده شده، رنگ های ایمپرسیونیستی و باز هم ابزار این درشت هست کنیم به شکل درشت هست که اینجا هم که رنگ های زخیم رو این تابلو داره شده به قسمت این پایی این تابلو و جای سنگ ها کنن نور که از منعکس شده از درخت برپای پاییزی سنگ ها ایجاد شده. اینجا هم در تاریکی هست که بسیار درخت های فراوان هم بافته شده به شاخه ها و سنگ ها و به هم شاخه های درخت شکسته، درخت شکسته که درخت شکسته و اینجا هم نقاشی کرده به سبب خاص درخت افتاده، از اینجا درخت شکسته به کلن از بین رفته. بعد در این قسمت هم باز هم یک درخت دیگه هست که به همین ها بافته شده مثل تابلوهای جکسون پولا که در آثار اکسپرسیونیسم انتزاعی خود اثرهای خاص رو خلق کرده که یک از تابلوهای بسیار تابلوهای گران قیمت های جهان محسوب میشه. استاد همین به نوبه خود به سبک اکسپرسیونیستی این کار رو انجام داده که این هم یکی از شاهکارهای استاد محسوب میتونه بشه. این تابلو هرچند قدمت زیاد نداره، شاید بتونم بگم تابلو هایی که آخرین تابلو رو به استاد کار میکرده به این شد که بعد از این تابلو هنوز هم درشتی رو این تابلو حس میکنه. من که همین دست میزنه تابلو بسیار تابلوی نفیزی هست، یک از اصول استاد هست.